خب در ادامه ماجرا ما اومدیم مینبورد رو از روی شاسی جدا کردیم و زیرا که قرارش دادم برای که شما راحت بتونید اون اتفاقایی که قراره بیفته رو ببینید. همون جوری که میبینید شما سریال دستگاه مشخص WTR2965 IC که ما میخواییم جایگزینش بکنیم با عنوان IC سویت دستگاه تا ببینیم شرایط و مراحل کارمون به چگونه پیش میره و چطور باید بریم سراغ برطرف کردن ماشین. پله اول تعویض IC سویچ که الان با هم خواهیم دید. IC سویچ من این قسمت من از خمیر فلکسی استفاده میکنم، اون رو روی پایه های یا دور IC قرار میدم تا جایی که بتونم این کار رو انجام میدم. بهتره که از چسب نسوز استفاده بکنیم برای این کار چون بورتای هواوی نسبت بالا به بقیه برندها یه مقدار ضعیف‌ترن و تو حرارت راحت‌تر آسیب می‌بینن، پس من این کار رو می‌کنم. از چسب حرارتی استفاده می‌کنم بابت قرار دادنش دور اون قسمتی که می‌خوام بهش حرارت بدم تا جلوی اتفاقای احتمالی رو بگیرم و مشکل پیش نیاد. یه مقدار با فاصله زدم که موقع تمیز کردن چسبای قسمت دیر آیسی راحت تر بتونم کار رو انجام بدم. دور آیسی چسب نسوز رو داره، همینجوری که دارید میبینید رو قطعات مهم اطرافش سعی کردم که این چسب رو بزنم برای اینکه بتونم اون حالت درست رو برای آیسی فراهم کنم. خب من میرم برای شروع کار و هیترم رو روشن میکنم، دماش رو روی 390 درجه سانتیگراد تنظیم میکنم تا بتونم خدمتتون عرض بکنم که آی سی رو راحت جدا بکنم و مشکل بابتش پیش نیاد. دمای آی سی که به مقدار تعیین شده، دمای هیترم در واقع وقتی به مقدار تعیین شده رسید، با استفاده از هیتر حرارت اون قطعه رو از روی بردم جدا. به این ترتیبی که میبینید پایه های قطعه هم خارج میشه. میرم برای مرحله بعدی، یعنی تمیز کردن پایه ها. از چند تا تیکه سیم قلب‌کش برای تمیز کردن پایه ها استفاده میکنم. این کار رو سعی کنید با آرامش انجام بدید که نه قطعات دوروبر آیسی تون به هم بریزن، نه به پایه های خود آیسی آسیبی برسه. به جایی که بتونم کار رو با آرامش و آروم آروم انجام. یه مقدار سیم قلب‌کشم رو به خمیر فلکسی آغشته میکنم و با استفاده از خدمتتون عرض میکنم که حرارت هیتر پایه ها رو ذوب میکنم و با استفاده از سیم قلب‌کش اون پایه ها رو کامل به جایی که امکان داشته باشه جمع میکنم. چون سیم قلب‌کشم خاصی حال خودش رو از دست داد عوضش میکنم تا جایی که لازمه و قلب روی پایه ها کامل جمع بشه انجام. بعد از اینکه به پایان رسید میریم سراغ تمیز کردن. میریم با استفاده از مسواک و تینر خودمون رو سرویس کنیم تا اون دونه های قلب و خدمتتون عرض میکنم خمیر فلکسی که روی مینبوردمون هست خارج بشه. یکی از نکاتی که خیلی باید رعایت بشه موقع تمیز کردن پایه های آیسی قطعات اطراف پایه هاست. چه خیلی از دوستان من دیدم، حالا بچه ها که دارن آموزش میبینن یا اون بچه هایی که کار میکنن، به این نکته توجه نمی کنن و خیلی راحت به برد آسیب میزنن به قطعات روی مینبورد و باعث آسیب دیدنش میشن. این کار رو حتما سعی کنید با دقت انجام بدید تا مشکلی پیش نیاد. یه مقدار خمیر فلکسی نیاز دارم، اون رو روی پایه های آیسیم پخش کنم. مرحله بعد باید بیام آیسیم رو توی جهت درستش روی مینبوردم قرار بدم. این آیسی جدیدی که من تهیه کردم پایه هاشم دارید مشاهده میکنید، پایه هاشم خدمتتون عرض بکنم آماده است، شابلون شده و میام اون رو روی مینبورد توی جهت درستش روی مینبورد قرار بدم. شما رو سریالش هم اگه بخوام بهتون نشون بدم اینجوری فکر میکنم مشخص بشه. WTR2965 و البته از این IC تو برند سامسونگ هم استفاده شده، تو شیائومی هم استفاده شده، پس حتما مختص به یک برند خاص مثل هواوی نیست. جزو IC های یونیورسالی هم که خیلی از برند استفاده میکنم.
دمای هیترم رو رو 390 تا دوباره تنظیم میکنم. باد هیترم رو از حالت عادی مقدار کم میکنم، به درجه 1.5ش گذاشتم تا بتونم باد کمتری رو برای مرحله نصب کردن داشته باشم، تا مرحله نصب رو راحت‌تر بتونیم پیش ببریم. آی سی رو توسط علامت هایی که براش در نظر گرفته شدن توی اون جای درست خودش تنظیم میکنم، بدون اینکه بهش فشار رو به پایین بیارم شروع میکنم به یک سمتش حرکت. وقتی آی سی تقریبی سر جای خودش قرار گرفت، چند تا از پایه هاش پنسم رو برمیدارم که فشار رو به پایین بهش وارد نشه و سعی میکنم توی اون قسمتی که باید تنظیمش کنم. بهش حرارت میدم تا پایه ها کار خودشون رو بکنن. یه مقدارم خمیر فلکسی بهش اضافه میکنم. خمیر فلکسی کمک میکنه هم راحت تر هم بهتر پایه هاتون اتصال به مینبورد رو قبول میکنه. وقتی سریعه خودش نصب شد و دیگه مشکلی بابت پایه هاش نداشتیم، اجازه میدیم خنک بشه. بعد از خنک شدن میریم برای سرویس کردن و تست کردن تا ببینیم نهایت ماجرا چگونه خواهد. یه جاهایی پیش میاد وقتی بوردتون رو سرویس میکنید، ببینید یه سری پرزای خیلی ریز روی مینبوردتون، حالا به خاطر استفاده از اون مسواک تو قسمت های دیگه، روی مینبورد قرار میگیرن. حتما سعی کنید تمیزشون بکنید یا حتما سعی کنید از یه مسواک دیگه برای سرویس کردن استفاده بکنید تا اون پرزا نباشن، چون خیلی از موارد حالا خیس بودنشون با تینر و خدمتتون عرض بکنم بطوبت های دیگه ای که میتونه روی مین بورد اتفاق بیفته، باعث میشه اون قطعات تو حالت اتصال قرار بگیرن و روی مین بوردتون مشکلی ایجاد بکنن. خب من مین بورد رو اون آی سی مورد نظرش رو تعویض کردم، میخوایم بریم برای تست کردن. شاید چند لحظه دیگه با ویدیو دوم در خدمتتون باشیم.